سلام به برابکس یوتیوب من، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. بچه ما همین الان با بچه های یوتیوب میکاپ کردیم واسه این ویدیو اومدیم که ویدیو رو بگیریم. بچه امروز اومدم با یه موضوعی که خودم یه بهش فکر کردم، توی اکسپلور بودم و یه دونه ویدیو اومد که روش نوشته بود که اگه منو فراموش کنی، یعنی من اگه فراموشی بگیرم اولین چیزی که برام تعریف میکنی چیه. حالا این یه آهنگ غمگین زیرش بود و اینا، من گفتم چه جالب، اینو یه ویدیو یوتیوبش میکنم و به دوستام و خانوادم و همه زنگ میزنم و میگم فکر کنید من فراموشی گرفتم، اولین چیزی که برای من از خودتون تعریف میکنین چیه که من شما رو یادم بیام. مگه ما میخواییم زنگ بزنیم به اولین نفر، رضا. بده رضا زنگ میزنیم ببینیم چی میگه. جواب نمیده، رضا جواب نمیده. میریم سراغ مادر. بله. سلام ماما، خوبی؟ مرسی. مامان ببین، میخوام یه سوال ازت بپرسم. ببین، فکر کنم من فراموشی گرفتم. خب؟ من فراموشی گرفتم. آه گوش کن بذار ادامه سوال بپرسم. ببین فکر کنم من فراموشی گرفتم و اولین چیزی که از خودت برای من تعریف میکنی که من یادم بیاد تو مامانمی چیه؟ آها، من یه چیزی بگم که مثلا تو یادت بیاد. آره فکر من فراموشی گرفتم، میخوای یه چیزی واسه من تعریف کنی که من تو رو یادم بیاد که تو مامانمی. ببین من چیو میگم، اون باربی رو که لباس زمستونی تنش کرده بودی، تابستون بود اومدم زد دعوت کردم، دیدم هیچ راهی ندارم با تو دعوا کنم، چه گفتم تو تابستون چرا لباس زمستونی تر تن باربی کرده. واه همه چی یادت میاد. ببین مامان من بچه ها انقدر من گیر میداد، یعنی فقط میمند گفت چرا اتاقت کثیفه، چرا این تمیزه. یه بار من اتاقم دید همه چی تمیز اوکی، همه چی اوکی، دید به چیزی نمیتونه گیر بده، گفت چرا لباس زمستونی تن باربیت کردی تو تابستون، میشه همچین چیزی. واقعا یادم میاد، گفتم ای ماما واقعا میلعنت بچه، ماما واقعا آخه چرا باید سرت باربی به من گیر بدی که چرا لباس زمستونی تو تابستون پوشیدی. نفر بعدی زنگ میزنیم به ماریه. اینا تلفنش تو به عنوان قابل عکس استفاده میکنه، میزن جوی به دیوار نگاه میکنه تلفن. نه میکنم که زنگ میزنن، نگران نباشید. زنگ بزنیم به پارمیتا. پارمیتا سلام، چطوری؟ خوبی؟ کجایی تو بچه؟ خونم. ببین یه سوال ازت دارم. جان ببین فکر کنم من فراموشی گرفتم. خب میخوای خودتو به من یادآوری کنی که من یادم بیاد تو پارمیتایی و رفیق من بودی، نه اولین چیزی که برای من تعریف کنی چیه؟ اون روز تو خونت که وسایل نداشتی نشسته بودیم ما هم دیگه. یادش به خیر، راست میگه. همون روزی که تازه داشتم اسباب کشی میکردم این خونه. آره آخ آخ قلبونت بشم من. اون روز تعریف کنم مطمئنم گرفت. راست میگه، کی بود تو خونه؟ کلا یه دونه موبل بود یادمه. یه موبل بعد خالش گرفته بود خونه رو گفت بود و پارمیدا اومد چیزی بعدی حالا تعریف بوری، چیزی خوب تعریف کردی ولی آفرین. خاطره یه که با هم بودیم بعد روزای عجیبی بود، میدونی؟ آره راست میگه، آفرین. من برم ببینم بقیه چی واسم تعریف میکنن. چیکار داری یوتیوب میگیری؟ آره من خیلی فوش دارم. صدا صدا لازم بچه ها میدونن، نگران نباش بچه ها، راحت همه خدا. آره نه بیشتر نفر اینجا گرمش هستی یوتیوب میگیری درمیتا دیگه کی بودی؟ ماریه زنی زد بچه ها، ماریه زنی زد. الان معلومه چی میخواد تعریف کنه، باید بخش بودیم. الان ما زنی میزنیم اون جواب نمیده، الان دو دقیقه 30 تا زنی میزن.
الو ماریه، بله. یه سوال ازت دارم. ببینی فکر من فراموشی گرفتم. خب اولین چیزی که واسه من تعریف میکنی که خودتو به من یادآوری کنی چیه که یادم بیا تو ماری؟ میگم یه نت پلیس ما رو میگرفت یادمشوی حلش میکردی. نه کجایی جلسه کاری؟ به هنجا نفر داره تو بار بسته بینم شخص بین من و تو چی بیرم بین ما؟ این چیزا پیش اومده؟ نه یه چیزی من تعریف کنه که من تو رو یادم بیاد. میگم یادته یه آدمی بود خندون با جنبه مهربون لبخم لبات میابون ماریه؟ میگم یه داسته خاطره، یه چیزی که من تو رو یادم بیاد. ای بابا من میخوام بگم آخه آدم خوبی هم من. نکنم تو هیچی نداری تعریف کنی، من تو رو هیچ وقت یادم نیاد. چی تو خودت بگو ببینم چی تعریف کنی من یادم بیاد. من از تو سوال کردم، چون سوال رو با سوال کردم. میدونی چی تعریف کنم؟ خاطره شمالمون تو جنگل رو تعریف کنم. اون خاطره که میگفتم اگه باران اینجا بلش کنیم خودش برمیگرد. آخه رفته بودیم تو جنگل، باران یه دونه چیز جی بی ال گرفته بود دستش، خب اون انداخته بود گردنشون رو، خودش داشته میاد تو کوه ها دیگه، میگم داشت برسید به اوج. وای بعد اون ماشینا رو برات تعریف میکنم که اومده بود از دور خزر. وای بعد فکر کنیم ما از جنگل برگشتیم پایین، از این داستان رو بگم 30 بار واسه بچه های یوتیوب تعریف کردیم، نه دفعه 40 ما بعد میگیم یالا نه همین اینجوری زنی زنده مفتم برای فراموش بگیر و هیچ بکنیم از جنگل این همه دختر اومده بودیم پایین، اینا ماشالله رو فضا بودن دیگه. بعد دیدم با شلوار چیز این شلوار کردی بود، 3-4 تا مرد قشنگ هم چند نشسته بودن داشتن بغل ماشین رو تکه دادن قلیون میکشیدن، گفتم الان ما رو بود میبرن اون بالا بالا، خدا بهمون رحم کرد که من ولی هرچی خاطره خوب داشتیم باران بیچاره رو داشتیم توش اذیت میکردیم. اصلا باران اذیت کنش ملسه. با کی داری میدی اونجوری؟ من با ناصر جواد. اه تنهایی؟ نه دوی سفر اینجا هم بچه سلام میکنم به برای بکس یوتیوب شده توش من این داستانه رو 25 بار واسه شون تعریف کردی. یه دو سه تا پیک خوردم حالم خیلی خوشه. آه سلامتی بس داشتی برو. سلامتی ناز من، سلامتی عشقم، میمرفت ولم کرد. منو لینکش توی دیسکریپشن هست، منو سابسکرایب کنید. آشغال ما یه چیزی بگیم و یادآوری بشیم واسه تبلیغ کانالش هم کرد. بچه ها لینک اینستاگرام لینک بچه ها لینک کانال هم بود youtube.com/_marie.me. کاری نداری؟ نه خدا بزر. خب زنی بزنیم به یاسی. آفر بزن زنگو بخوری بچه ها بده رو موبایل خوابیده بودی؟ خوب جواب ندم خوبه؟ نه آفرین. ببین یه سوال ازت دارم. ببین فکر کنم فراموشی گرفتم. خب اولین چیزی که تعریف میکنی من تو رو یادم بیاد چیه؟ تو فراموشی گرفتی؟ آره من فراموشی گرفتم. بعد یه چیزی واسه من تعریف کنی که من تو رو یادم بیاد، یاسی رو یادم بیاد. زندگیت اونی که قربونه اونی که بدون اشیا میتونی نفس بکشی و یادت میاد. آشغال بگو دیگه. میام پیشت میگم ببین اون دوستی که همیشه در هر شرایطی کنارت بوده چی بوده و تو منو توی خاطره هات یاد. بابا میگم یه خاطره و بگه دوست خود دلنگ ما 30 تا دوست داریم یکیشو بعد من الان میگم واسه یادت. خاطره میگم که خاطره خیلی مهم دیگه زیاد داریم. میگم که ربکا روزی که حالت خیلی بد بود من مرم دنبالت با هم دیگه رفتیم تو خیابون، کلی آهنگ گوش دادیم،
کلی با هم یه آهنگ خوندیم، بعد رفتیم یه جا مزاحال هم یادم نمیاد بد بوده باشه. یارو دیدی کسا بده دارم داستان عاشقانه دارم تعریف میکنم. خب بعد زدیم بغل، کلی با هم یه پیاده شدیم، رقصیدیم با اون آهنگ، ریلز گرفتیم کلی اون شب با هم دیگه، بعدش رفتیم دیریم. چه آدم با حوصله ام، تو حال من ریلز هم گرفتم. سه یه ریلز میگیری، یه ریلز میگیری میشینم خودکشی میکنم. حالا ما ریلز یه بودیم، چرا هر کدومتون زنجه خاطر اون روز یه حالت خراب بود شیتک نمیکردی میموردی فارمیدام یه خاطر نازنین تعریف کرد حال ما بد بود. خیلی خب باش آره دیگه، بعد تو کامل هم یادت نه، خاطره خیلی زیاده. نه خب من گفتم چیزی باید تعریف کنی که من همون لحظه بگم ای یاسی توی خب تو اگه بخواد منو یادت بیاد که الان من هر چیم بشینم حرف بزنم، اگه نخواد یادت بیاد من چه حرفم بزنم. یعنی بعد تو دو ویدیو هم منو هرس میدی، حتی وجودم نداری چه میشه تلفن هرسشو میده به من. حتی اگر علم پزشکی گفته هر چی تعریف کنی ما یادآوری بابا بازی چالشه. برگاه نداری برمیگره به قبل من حالم بد بود و اینا، بعد همه بچه ها بهم دور بودن و اینا، تنها کسی که خودشو سری بهم رسوند یاسی بود، رسوند و من اینجوری میسی کاردک بلند کرد و برد بیرون و هی چرخوند و چرخوند و آهنگ گوش کردیم و فلان و اینا. اون آهنگ خارجی هم تازه آمده بود، نمیدونم Hello contact if you got to listen I found myself in a shit position. اینا اگه خانندش ببینی صدا خودکشی میکنه. خب بریم سراغ بعدی، بعدی میریم سراغ Toxic Girl. نه این جواب نمیده، سشک نکن جواب نمیده. الو الو چطوری؟ چطوری؟ خوبی؟ بسر یه سوال دارم ازت. ببین فکر کنم فراموشی گرفتم. خب بعد اولین چیزی که واسه من تعریف میکنی که من تو رو یادم بیاد اون چیه؟ این چه سوال چرتیه آقا. من فراموشی گرفتم اومده رو تخت بیمارستان، میخوایی چیزی واسه من تعریف کنی من تو رو یادم بیاد، چه خاطره ای تعریف میکنی که من تو رو یادم بیاد؟ میگم که یادت اولین باری که هم دیگر رو دیدیم چقدر طوفانی بود، همه جا داشت باد می بود و رفتیم که گالیا ریزوتو خوردیم تو اون پنیره با اون کوکتل کیفی ها چقدر بهمون حال داد و فلان و اینا. دنیا دادت او شکوله داد نیست چقدر بارو می اومد بعد که اومده بودی بوت پاشنه بودم پاد کرده بودی. یادت افتاد الان فراموشی تو که شد الان خوبی؟ هنوز یادم نمیاد، بیشتر تعریف کن. برات میگم که داشتی یادت اون شب یاسی خوابش میومد رفت خوابی، ما تا صبح نشسته بودیم با هم حرف میزدیم، اختلاط دیگه نمیدیدی. ببینم مشغول داری میزنی، نمیدیدم چی کار داری میکنی. دارم ویدیو یوتیوب بگیرم رو ایری شما دوست عزیز. نکنم باید به میگفتی دختر رو ایری عزیز. خب شد گفتی آره دیگه، آره یادت افتاد دیگه نمیتونم بقیه چیزا رو بگم دیتیل بگم. ای بدی نبود، شاید نصف یادم میفته. چون بابا تو با خیلی فراموشی عمیق و زیاده، خیلی ضربه بدی بسرم کنه. ببین بقیه چیزا رو واقعا نمیشه تو ویدیو بگم که یاد من بیا یاد هم دیگه بیفتیم و اینا، ولی محترمانه ترینش هم دفعه اول بود که مثل کانون با هم دیگه رفتیم شام خوردیم. آه دفعه اولی که نشستیم گفتیم به کسر جون ربکا جون، مثل که تو هم مثل من شکم اونجا بود که فهمیدم یه شکم به من خود. آفرین وای خیلی رفتم شکم بایم. خیلی خب باشه برو بیبی. تعجب کردم جواب تلفن دادی، فکر کنم باز قاب کردی زدی به دیوار دیگه حال ندارم بس. عشق نازنی بای ولی من چرا دستم اینجوری گردم میدید من. میریم سراغ next نگیم. یه سوال دارم، میگم فکر کنم فراموشی گرفتم. خب اولین چیزی که برای من تعریف میکنی که من تو رو یادم بیا چیه؟ یه خاطره برام. الان داری ویدیو یوتیوب رپ میکنی و اصلا خوشگل تعریف کن. آره خوشگل تعریف کن که بچه هم بده.
بس بذار من برم اون بر الان اینکه در صحبت کنه برم اون بر بهش بهتون میگم که ربکا یه دقیقه تو چشم نگاه کن ربکا، یه دقیقه منو نگاه کن، میخوام یه چیزی برای تعریف کنم. یادت اون سری به هم زنگ زدی گفتی که نگی من میخوام مربی بشی، میخوام باید ورزش کنم، لاغر بشم، من اومدم با هم ورزش کردیم، یادت گوشی رو میذاشتی یه گوشی خونه با هم دیگه ورزش میکردیم، تو به من میگفتی ورزش سخت‌تر بهم بده، بیشتر باستنم میخوام بزرگ کنم با حرکت باستم. ربکا یادت اون موقع به فشار میمد تو ورزش بهم میگفتی یا اول فرد یا حسین یادت اینا رو؟ یادت اومد منو؟ آره یاد نگین تویی؟ خیلی خوب پس تو رو یادم اومد یادت اومد؟ آره یادم اومد من زنی زنم به بقیه دوستان ببینم چی میگه. خدا رضا چرا جواب نمیده؟ از خرشیم مگه ما؟ به همین رضا دارم زنی میزن. حمید رضا چطوری؟ قربونت. حمید رضا یه سوال ازت دارم. ببین فکر کنم من فراموشی گرفتم، خب تو باید یه خاطره برام تعریف کنی که من تو رو یادم بیاد داداشمی. این حرکه او گوی بونه نشم من دوتایی نه جدی چی تعریف کنی؟ به خدا میگم که واقعا برابو بابا نه جدی میگم الان جدی بگم واقعا؟ آره جدی بگو چیکایی نره میام چیز میکنم میام سمتت خب بعد قشن دست و پاهاتو بشن میبندم قشن شروع میکنم بوس کردم نه همین دازه جدی چی تعریف کنی بابا یه چیزی تعریف کنی من تو رو یادم بیاد داداشمی چیز میرم سمت پیانو خب بعد دونه دونه همینجوری پیانو رو شروع میکنم بزدم خب همین دازه میگم ربکا منم داداشی همین دازه نمیدوزه لعنت به راست بابا جدی باش ببین یه خاطره ای از من خودت تعریف کن که من تو رو یادم بیاد خیلی خاطرات داریم دیگه بچگی مون همش خاطره است خب یکشو تعریف کن من تو رو یادم بیاد دو تا چک یه جور میزم داره گوشت کرده همشی خود میاد داشم بابا واقعا یه چیز تعریف کن دیگه میگم که ربکا منم حمید رضا باورم داشته باش منم داداشه دیوون از قرآن جز من به این چیزی دیگه فکر نکن داداشیه من همونجا میگم این دیوون از این از یه اتاق بری بیرون همین دستا میگم چیزی تعریف کن که من گهی بابا خب بابا من چه خاطراتی تعریف کنم که تو فراموش بگو خاطرات با خواهرت یادت نمیاد بگو خب خیلی خاطره لازم خب فراموشگار نمیشه به خاطره چی میگه ایتالیایی صحبت می‌کنی من اینجا دیگه زیاد یادت نمیاد قشنگ دو تا چپ راست لغت تو زانو تو سک و صورت قشنگ همش یادت میاد قشنگ می‌کنم وای خدایا دست داد باشه بر کاری نداری اوخی اون دونه بشه عاشقه دا چشم قشنگ گلموزه زده نه چشم خوب شد خوب شد؟ آره خیلی خوب نشه بگو دقا درانو بیارم خدا حافظ دیوونه از خود آقا زمین زنم به مامانم بابام شانم رو بکا بابا سلام خوبی؟ بابا فکر من فراموشی گرفتم خب بعد یه چیزی برای من تعریف کنی که من یادم بیاد تو پدر منی چی تعریف میکنی برام؟ یادت رفتیم استادیوم دخترها را نمیدن کلا کردم پی سرت یوشی بادم به تو آره یادته خوش میداد
دادن، بعد میگفتی با یه حرفای بد که میزنم گفتم گوشاتو بگی. آره 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 یادته بابا. یه دفعه هم داشتیم با هم میزون میرفتیم چهارا، پاسدار هم میزون اذیتت کرد وسط چهارا، در ماشین وا کردی سه سو پیاده ایدم داری از اون برای پیاده رو میری وسط خیابون تو مجلسی که دنبال دارم میدوام که بگیرم بکنم تو ماشین. از بچگی بس قهر میکردم سری. اوه شیطون بودیم تو رو بگو بیچاره کردیم تو رو بگو حمید از منظورته. تو خونم به من میگفت حمید رضا، به حمید رضا میگفت ربکا، بگم از قصد میکردی بابا. نه چیزه مغزم کار نمیکنه کلا. قربونت برم تو بزن خاطره بازم تعریف کن تو رو خدا دیگه. والا دیگه میرفتی پارک خورم شما رو میبردم، میرفتی اسکیت سواری میبردم اتون پارک نیاورانو میگی؟ آره یادته بابا. وای یادش بخه بابا، دلم واسه تن شده تو نمازش. آره موتور چهار چرخ ساختیم تو شما. او یادش بخیر. من تو اولی نفر یادم میاد بابا. آره پارک خورم میرفتیم قایق. آه پارک خورم کجا بود؟ آه ارمو میگی؟ ارم پارک ارم. آره یادش بخیر. راست میگی من باقی وحش میرفتیم، باقی وحش میرفتیم. یادش بخیر بابا. دو طور بودش بشم من کارا میشه بهتر قشنگم مچله مچله نوس 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 نوس. یه افهم داشتیم رفتیم شمال، داشتیم بازسازی کردیم، داشتیم همه زرزیت کرد پرتش کردم گیر یه تا در رفتیت درسه. چی آدم نمیاد کیو میگی بابا؟ چی داشتی بازسازی میکردی؟ چی همینجان قضیت کرد گرفتم پرتش کردم تو درست که تونم نزانم فرار کردی. از این بوجه قایم شدی بابا. خدای آدم عصبانی بهت نمیخوره باشی ولی. نه مثلا فکر کردی مثلا من دارم اونو میزنم. آره ولی خدایی دمت گرم خدایی. بس که کتک نخوردین دست به تو بزنم بمونید کتک میخوریم بابا. خدایی ولی کتک زدن کار درستی نیست، دست رو در نکنی شما همچی آدمی نبودی. حالا این دفعه بیام ترکیه اینقدر میزنم. بابا پولمول تو حساب چی از برم وارد کنی؟ دیگه نابود شدیم دیگه، هر چی بود گرفتی. تو زد دارم عاشق یادم برو قربت برم ماشکنه. نه خدافز بابام ستونه ستون بر رازیش کنم بشونمش بغل قدم تو یوتوب. خب بیکی ها زنی زنی بیکی ها زنی نزنی رزا What is the reason Rezo's job I know. من یه بار دیگه ما به رزا زنی میزنیم. جونم رزا چرا جواب نمیدی؟ رزا همون بودم. ببین رضا ببین یه سوال دارم ازت. ببین فکر کنم فراموشی گرفتم. خب خب بعد اولین چیزی که تعریف میکنی من تو رو یادم بیاد چیه؟ میرم میرم یه دونه از این نونای گنده میگیرم. خب بعد همینجوری که در چشم زل زدم اینجوری میکنمش قشنگ سوراخش میکنم، بعد از این و جوری که از این ور نون اون ور نون معلوم بشه، بعد یه ملاقه توش سوپ میریزم یاد دوباره میفتی. یعنی میتونم ببینی خیلی علاقه دیدن اگه بگی چی بگم که یادم میاد که خیلی چیزا هستش، هر موجودی که یه تیکه تو دبی ما رفتیم یه رستوران عربی بعد توش یوتیوبه. آره رفته بودیم یه رستوران عربی بعد تو نون سوپ ریخته بودن، من یه جوری داشتم میخوردم. آره ببین به خود ببین بچه باورت نمیشه، یعنی که باورتون نمیشه طرف نونه رو نبرد تو آشپزخونه سر میز ما نمیومد به خدا، این قحطی زده سومالی. آره فکر کنم همچین چیزی ببین قشنگ میخندی. دیگه چی تعریف کنی؟ دیگه چی واسه تعریف کنم؟ ولی واقعا اگه بخوام یادت یاد خیلی چیزا هست، من بغلت کنم من یادت بیاد به قرآن مطمئنم شک ندارم، ولی خب فکر میکنم باید از در فانی وارد بشم
میدونی عروسک فیلی بیارم یه اینجوری کنم که بیمارستان یادت بیاد اخ اخ گریه زدم بقاله تعریف کن تعریف کن تو رو خدا تعریف کن دیدن که بچه ها که هر چیزی تعریفی کرد یه داره مظلوم نمایی میکنه ربکا سری من میدارم زیر گریه خیلی دل نازک نه 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 تعریف رو فکرم گریه رو داری میگی که از دبی برگشتیم آخ آخ راست میگه فکرم این اصلا ویدیوشو دارم بچه ها ویدیوشو دارم یه زمانی رو میکنم واسه تون خود ربکا هم نداره ولی از دبی برگشتیم نشستیم تو ماشین بعد یه آهنگ نمیدونم ایرانی بود چی بود همگه میگه پر میزنه ببین من یه لحظه دیدم گوشه یه لبای ربکا شروع کرد لرزیدن بعد ببین بعد ویدیو باشه بهت نشون بدم چه شکلی دیدم یه اینجا گفتم نه بابا نمیزنم سیر گریه همین داشت گفت پر میزنه یه ربکا دیگه بهتون گفتم من از دبی برنگردونین استانبول ببین یعنی به پهنای صورت جوری گریه میکرد که به خدا قسم انگار مثلا من مرده بودم آه خدا نکنه بچی سه تا آهنگ پنج دقیقه‌ای خوند و گریه کرد ایرام تاتریس با تیر زدن اینجوری گریه نکرد سه تا آهنگ پنج دقیقه‌ای گریه کرد نگه میشه آقا چته میدونی فکرم میخوای چی بگی فکرم میخوای دماغم رو بگی دیگه اون دیگه ببین مجودی از زندگی شده به خدا داره تنها جراحی هستش که حالت ارتجایی داره موقعی که گریه میکنه مثلا دماغت 7 سانت میشه 11 سانت بعد که مثلا تو سرما میره میشه 6 سانت من نمیدونم چه کار کرده دکتره ببین یه چیزی که بگم دکتره به خدا قدم چشاشم چیز بوده لوچ بوده به خاطر اینکه سه تا تو سه رو بکار عمل کردم پیش همون دکتر این سه تاشون رو تو یه زاویه خراب کرده ولی گریه که میکنه باحال میشه دماغشون قرمز کوفته ای خدایی دماغم هم شکسته ولی بد نیست خدایی آره تو به همه بگو شکسته ما هم میگیم شکسته آشغال دماغم هم رسته قابلیت شکستگی نداری دیمونه من بگو بگو به خدا با من با چوب بیسبال بزنم رو دماغت دماغت نمیشه دن دماغ یک ایربک داره با هر زاویه هر جا بیفتی زمین نمیشکنه اصلا شکستگی نداره دماغتو خیلی او داشتیده آشغال یه جوری میگه اگه دماغ خودت قلمیه مثلا بعدم خدای خوب هم حل کرده دکترم روزی 50 تا دایرکت میگیرم میگن که دماغت عمل کردی غلط کردی خدا اصلا انقدر دماغم خوش فرمه بدون رضا خیلی احتمال ببینید گوش کن دماغتو از نژاد دماغای چیزه نژاد دماغای نه یه بازیگر قدیم سینما داشت به اسم خدا رحمتش کنه ناصر ملک موتی کی نمیشناسن ناصر ببین توی زیر آسمان شهر همون که میگفت نه نمیگفتش نظر زنم ناصر ملک موتی نگو نشته بودارم میگم اینا دیگه دماغش بدم نیست خدایی بابا ناصر ملک موتی بابا این دیدن بابا اینا دماغ به دنیا بود نه بود دماغش خوکه شبیه قایق موتوری بود نه بابا نگاه کن دماغش ناس. بابا غلام شیش بابا تایپ کن غلام شیش لولوند یه دقیقه غلام شیش لولوند بدن یه شخصیت غلام شیش لولوند غلام شیش لول چیزایی سیف میکنی گوگل الان ارور میده شیش لولوند آها اینو میگی خیلی آشغالی به قرآن رفته اسطوره سینمایی ایران در برده میگه که آره این که خمقش خوبه یا تا رفتی به تو نداره پیر مرده رو میگی؟ آره آره این دمیم نژاد دماغ تو اینه نژاد دماغ تو آشغال اگه من حیوانم
ببین دماغ شما میدونه که دیدن داره از سن 40 به بعد دیدن داره ها. با من دماغم رو عمل کردم هیچ وقت اونجوری نمیشه. آره فعلا پس چرا از دوبه اومده بودیم گریه میکردیم تو ماشین اونجوری شده بود. ویدیو رو بفرست ببینم اگه قابل بخشه برای بچه ها بذارم. نه خال باز آقا من اینا رو چیز آرشیو خودمه اینا رو بعد هم خواهد بذاره ویو بگیره ها. رو ایر هستیم اگه خاطره دیگه نداری ما بریم سراغ مهمان بعدی. نه جدی داری چیز میکنی؟ واقعا میگیره توی بود؟ نه همینجوری بیکار بریم زنی دادیم بایی فراموشی بگیری چی کار کنی؟ چرا احساسی شدی اومد تنگ داداش شده گفتی الان احساسی خیلی چیزا میتونم بگم. ببین خب باید بیم وقت بدی فکر کنم واقعا الان نمیتونم بگم. ولی واقعا از در فانی وارد میشم چون تو اصلا منو به خنده میشنسی دیگه جسی میسی نمیام بگم اوه نمیگه تو رو خود رو بگوشم گام شبا با حمیده تو که میگفت تو چک میزنم بهت یادت بیاد. آره ضرب و شد که باید واسه من واقعا چیز اوله ولی دیگه فقط مونده که واقعا تنها چیزی که کم داریم اینه که تو دیگه خودت نشناسی و به یاد نیاری که قشنگ دیگه همه چی کامل بشه. خب جانم بذارم فیلم تو اینستاگرام. آقا ارسل اینا چیه؟ نه عمرم اگه دختر خوبی باشی تگت کنم. آشغال خیلی خوب باشه برو عزیزم دوست دارم. من هم همینطور قربونت برم خدافظ. من که این وسط یه روژ قرمز زدم آخه اینو تو ویدیو قبلی که با بچه ها گرفتیم داشتیم میکاپ میکردم گفتم من روژ قرمز نمیزنم دیگه نمیخوام تو ویدیو روژ قرمز بزنم. یه رضا داشت حرف میزن گفتم بذاری روژ قرمز خوبه نه ولی خب روژ قرمز خیلی به من نمیاد. بابام دوباره زنی داده بذار ببینم چی میگه. جانم بابا رو یوتیوبی رو ایری حرف بزن جانم. جونم زنگ زدی تو؟ آه هم میخواستم حال تو بپرسم. دارم یوتیوب بگیرم. آه خب بگیر باش خدافز خورپوش برم دو دیگه پیش باش هستم میگه زنگ زدم میخواستم حال تو بپرسم. الهی قربونت برم. خب بذار به همه زنگ زدم بذار به باران زنگ بزنم. باران هم که خیلی کم پیش میاد جواب بده با امید خدا ببینیم چی میشه. آقا مجسمه است دیواریه چیه به من بگیم. به کیانا بذار زنگ بزنم. الو چطوری؟ الو خوبی؟ کیانا یه سوال دارم ازت. من اگه فراموشی بگیرم من اگه فراموشی بگیرم اولین چیزی که برای من تعریف میکنی من تو رو یادم بیاد چیه؟ نمیدونم اولین چی؟ اون کیف پراداه. کدوم کیف پراداه؟ تو کل شهر ما رو چرخوندی به خاطر اون کیف. بعدم رفتیم اونجا تو نمایندگی یارو آورد گفتی نه نمیخوام بریم یه چیز دیگه بگیم. اون ولنتینو کوچولو رو یادت راست میگی چقدر اون روز من شما رو گردوندم. گریه میکردی یارو گفت نیست تو شهر را آسانسور میگفتم ول کن حالا نیست تو این شهر از یه شهر دیگه پیدا میکنی. آقا اصلا یه چیز دیگه خریدم من اینو میخوام. آره دیگه آخر آورد یارو براش بدم یکی دیگه خرید. پوریا کجاست؟ اینجا به پوریا بگو پوریا ربکا فراموشی بگیره چی واسه شریف میکنی؟ الو بدسی پوریا فکر کن من فراموشی گرفتم. خب چی برام تعریف میکنی من تو رو یادم بیاد؟ الو
منو منو معرفت نه خدایی چی تعریف میکنی من تو رو یادم بیا از میتونم از تایید تیشرت هم شروع نه تو رو خود اصلا یه خاطره نه یه خاطره که با هم مثلا بچه ها داشتیم یه چی نیست تعریف و لعنت بهت بودی چیز آها آن دده رو یادمه صدا میکردی یادم نیست چی بود این تای مایا بود منش و بزرگیم همیشه زبان زد آقا ایرانی الو یه صدا رفت الو یه اینترنت قطع شد الو سولی الو 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 ایران اینترنتش خرابه آره ایرانم باشه برو 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 اینترنتتون بده فدات شم باشه خدافظ بگه منش و من اون بزرگی بچه ها اومده بودن استانبول زندگی میکنن الان رفتن یه سفر ایران خب دیگه به کی زنگ بزنم 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 به خیلی هم میتونم زنگ بزنم ولی فکر میکنم تایم برنامه من طولانی شده متاسفانه برای برنامه های بعد و زنگ های بعد موضوعات جدید ولی فکر کنم بهترین بخشش تعریف های بابام بود یعنی واقعا اصلا کلن واقعا دوست دارم یعنی کاش بابام میشناختیم واقعا خیلی بامزه است اصلا نمیتونم بهتون بگم یعنی اصلا دلم واسش رفت واقعا اولین کسی که فکر کنم بشناسمش بابام بود و حمید رضا خیلی بامزه بود میگم یه چک میزنم این بر یه چک میزنم و بود دیوونه است خب بچه ها اینم از فراموشیه ولی خب خیلی میگم اصلا بهش باشون هماهنگی نکرده بودم اگه هماهنگی میکردم شاید بهتر بود میشستم فکر میکردن که اولین خاطره چی رو تعریف کنن چون یه ذره سخت همون لحظه بخوای تعریف کنی ولی خب اینجوری طبیعی تره خیلی بدایه تره خیلی واقعی تره کلی زیاد دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی شما رو به خود امید میسپارم بچه ها این گردن بنده هم یه برند ایرانیه برند بینکا اکسسوریز که میتونید تهیه کنید کسایی که ایران هستنم براشون ارسال کنن دوستتون دارم